ساله اختراعات زیادی در دنیا به امید بهبود زندگی بشر صورت میگیره، در حالی که خیلی از نوآوری ها در طول دهه ها زندگی میلیون ها انسان را آسان تر کرده، اما اختراعات زیادی به دلیل ماهیت بی‌معنا یا حتی کاملا خطرناک در حاله ای از ابهام قرار گرفتن و به دست فراموشی سپرده شدن. بریم که با چند تا از این اختراع آشنا بشیم، اما قبلش حتما این ویدیو رو لایک کنید. این وسیله طراحی خیلی ساده ای داشت و از دو برجستگی تشکیل شده بود که به یک فنر که به گونه ها فشار وارد میکرد متصل بود. این شیوه چاله سازی در اون زمان خیلی امید بخش به نظر میرسید، اما در نهایت معلوم شد که کاملا بیفایده است. متاسفانه چاله گونه ویژگی مادرزادیه و این ابزار کوچیک توان ایجاد چاله گونه رو نداشتن. ریزسنج زیبایی عجیب و غریب شرکت مکس فکتور یکی از مشهورترین اختراعات زیبایی ترسناک تاریخه که ظاهری شبیه به ابزارهای شکنجه داره. این کلاه به 325 روش مختلف قابل تنظیم و برای هر کسی قابل استفاده بود. از این ریزسنج برای تشخیص عدم تقارن در بخش‌های مختلف چهره استفاده می‌شد. این دستگاه کمکی برای میکاپ آرتیستا بود تا بتونن کار خودشونو بهتر انجام بدن و روی بخشایی از چهره که به آرایش نیاز داشت بیشتر کار کنن. دینسفیر یک ماشین تکچرخ بود که در دو مدل برقی و بنزینی ساخته شد. صندلی راننده و موتور ماشین هر دو داخل این چرخ بزرگ قرار داشتن. شیوه هدایت ماشین خیلی ضعیف بود و راننده برای حرکت به سمت جهت مورد نظرش مجبور بود به جلو خم بشه. این ماشین توسط دکتر ای جی پاروس اختراع شده بود. وسیله نقلیه عجیب که یک تکچرخ غول‌پیکر بود و میتونست به حداکثر سرعت 30 مایل در ساعت برسه. برای کسایی که این ماشین رو تماشا میکردن، این منظره شبیه به یک دونات غول‌پیکر در حال چرخش در خیابان بود. سال 1905 قبل از اینکه دوچرخه‌های BMX در هوا حرکت کنن، مخترعی به نام کیلانگ دوچرخه‌ای رو ساخت که فکر می‌کرد می‌تونه یک حلقه چشمگیر رو برای چرخش در یک مسیر دایره‌ای انجام بده. لانگ یک دوچرخه دوتایی طراحی کرد که در اصل دو دوچرخه بود که به هم جوش داده شده بودن و یکی برعکس روی اون یکی دیگه قرار داشت. اطلاعات کمی در مورد این اختراع وجود داره، اما نامحتمل بودن طرح به احتمال آسیب رسیدن یا کشتن سوارکار احتمالاً دلیلی بوده که اختراع از مرحله ثبت و تایید عبور نکرده. قفس‌های کودک سال 1922 اختراع شدند با این هدف که به نوزاد سختی بدن تا در برابر سرماخوردگی مقاوم‌تر بشه. در اون زمان تصور میشد قرارگیری در معرض هوای سرد ایمنی بدن خردسال رو در برابر بیماری‌های خفیف بالا میبره. به همین خاطر نوزادان رو در هوای آزاد قرار میدادن و با آب سرد حمام میکردن. فر کردن مو در دهه‌های 1920 و 1930 از محبوبیت زیادی برخوردار بود. با تجهیزاتی که اون زمان برای فر کردن مو وجود داشت، زنان مجبور به تر کردن فرایند پیچیده تری بودن. دستگاه فر کننده مو از چند گیره فلزی تشکیل شده بود که آرایشگر این گیره ها رو به موهای مشتری وصل می کرد. برای دادن فر طبیعی به موها، دستگاه از آب، مواد شیمیایی و حرارت استفاده می کرد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه دلتون میخواد از حقایق جالب و باور نکردنی دنیا باخبر بشین، حتما کانالمو سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین. دانستن توانستن است، پس بدانیم تا بتوانیم.